الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. دوازدهم ربيع الأول هست، يا امروز روز سيزدهم و ولادت باسعادت رحمت للعالمين هست و سید المرسلین و امام المتقین امام النبیین هست. مهمترین نقطه ای که به مناسبت های تاریخی باید مورد تذکره قرار بگیرد و حیاتی هست و مهم هست، سیرت این بزرگان هست، سیرت انبیاء علیهم السلام، سیرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین و سیرت پاکان هست. و اگر ما از صورت و از حلیه این بزرگان تذکره بکنیم خوب هست، یاد این بزرگان هست، ولی آنچه که ما را حلیه این بزرگان خلقت آن حضرت صلی الله علیه وسلم زیبایی های ظاهری آن حضرت را اگر تذکره بکنیم درست تحریک کننده محبت هست، یاد آن حضرت صلی الله علیه وسلم است، اما مهمترین بخش تذکره سیرت هست، اخلاق، رفتار، کردار، که ما از اون سیرت آن حضرت اتباع بکنیم. برای اتباع ما نیاز داریم، ما ضرورت داریم، چرا که آن حضرت صلی الله علیه وسلم را الله برای ما الگو قرار داده است و برای ما نمونه قرار داده است و به ما الله دستور داده و امر کرده است ما را که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اینجا امر کرده که شما حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را اتباع بکنه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله سبحانه و تعالی سعادت ما را و سربلندی ما را و نجات ما را در اتباع آن حضرت صلی الله علیه وسلم دیده است و قرآن بار بار ما را امر می کند و دستور می ده که شما اتباع رحمت للعالمین انجام بدید. لذا وقتی از سیرت آن حضرت صحبت میشه، از کردار و رفتار و اخلاق آن حضرت صلی الله علیه وسلم صحبت میشود، این نیاز ماست، ضرورت جامعه، نه تنها در ولادت آن حضرت، نه تنها در وفات این شخصیت ها، ولادتشون، شهادتشون سیرت تذکره قرار بگیره، بلکه دائما و در طول سال و همه وقت ما نیاز داریم به این سیرت پاک و این سیرت طیبه و این سیرت بی‌نظیر و بی‌مثل. حدیث شریف است که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من الله فرستاده است تا من به پای تکمیل برسانم مکارم اخلاقی را، خوبی های اخلاق را و نیکی های اخلاق و اخلاق نیک و عادات نیک را من به پای تکمیل برسانم. همه انبیاء آمدن، یک درس مهم انبیاء اخلاق بود، عمل کرد بود، اعتقاد بود، و در درس هایی که انبیاء علیهم السلام دادن و تعلیمی که به ملت ها و امت ها دادن، یک درس مهم اخلاق بود. و لحاظه آن حضرت فرمودن که من الله پرستاده است تا من این درس اخلاق را
بفاي تكميل برسانم فروجي اخلاقي بفاي تكميل برسي انا حضرت صلى الله عليه وسلم همه خوبی های انبیاء علیهم السلام داشتن، خوبی های اخلاقی، خوبی های عملی، خوبی های اعتقادی و همه آنچه که اسباب خوبی های ظاهر و باطن بود الله تعالی به آن حضرت عنایت کرده بود. و اضافه بران الله تعالی به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اضافه عنایت کرده بود که مکارم اخلاقی را به پای تکمیل برسانه و آنچه که مانده هست و ناقص شده و تکمیل نشده است انبیاء به آن درس دادند و تعلیم دادند و تکمیلشون بیان کردند، ولیکن آنچه که باقی بانده آنها را آن حضرت صلی الله علیه وسلم به پای تکمیل برسانه. از سیده عائشه طاهره رضی الله تعالی ام المؤمنین سوال شد رضی الله تعالی عنها که اخلاق آن حضرت چگونه بود، چه بودن که قرآن می فرماید و انک لعلی خلق عظیم، شما بر اخلاق بزرگ قرار دارید، صاحب اخلاق عظیمید، صاحب اخلاق بزرگید. معلوم میشه که زیباترین اخلاق و بزرگترین اخلاق و مهمترین اخلاق بخشای اخلاقی همان بود که آن حضرت بران عامل بود. و حضرت سیده فرمودن رضی الله تعالی عنها که کان خلقه القرآن، اخلاق آن حضرت قرآن بود، یعنی قرآن عملا در زندگی آن حضرت پیاده بود و آن حضرت قرآن را به زندگی خودشون چلان پیاده کرده بودند که طبیعت آن حضرت را اخلاق آن حضرت عمل به قرآن عظیم و شان بود، آرامش آن حضرت صلی الله علیه وسلم در عمل به قرآن عظیم و شان بود. قرآن این کتاب کامل و این کتاب بی نظیر و این کتاب انسان ساز و این کتاب جامع و کامل، لذا عمل به این کتاب انسان هم جامع میکنه، انسان به کمال میرسانه. و عمل به قرآن این سیرت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بوده، عمل به شریعت این سیرت آن حضرت بوده، احکام الهی را عمل بکنه و بنابه احسن عمل بکنه، بنابه کامل عمل بکنه، بنابه صحیح عمل بکنه، این سیرت پاک و طیبه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود. با نشاط عمل بکنه، با روحی عمل بکنه، با تمام وجود دستورات خدا را انجام بده و در دستور خدا کم و کاست نباشه. لحاظ این سیرت آن حضرت بود. روز آن حضرت صلی الله علیه وسلم چادر پوشیده بودن و نماز که تمام شدن فرموده چادر بیرون کردن و فرموده که این چادر ببرید و چادر به یک کسی که پر چادر پروشی داشت و لباس می فروخت ببرید به او بدید و برای من یک لباس ساده بیاورید. اسم اون لباس بردن، گفت او ساده را بیارید چون این چادر نقش داشت و من ترسیدم که این چادر چشمم در نماز بیفته به نقش این چادر، به خط و خطوط این چادر و من از نماز غافل نکنه، توجه من این به خودش جلب نکنه. برای این خاطر فرمود اینا ببرید بدید و چادر ساده برای من بیاورید. از سیرت آن حضرت آن بود که در نماز همه تن به متوجه به الله بود و فکر آن حضرت و حواس آن حضرت و خیال آن حضرت به جای دیگه نمیرفت جز نماز. در نماز آن حضرت صلی الله علیه وسلم مستغرق می شدند در توحید، مستغرق می شدن به الله سبحانه و تعالی، فنا می شدن در الله سبحانه و تعالی و همه توجه آن حضرت صلی الله علیه وسلم به سوی پروردگار. و لحاظه این چادر آن حضرت بیرون فرمود. روز حضرت صدیقه رضی الله تعالی عنها به پنجره یا در باش پرده ای را آویزان کرده بود و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز می خواند و این به جانب قبله ظاهراً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود و آن حضرت وقت نماز تمام کردن فرمود فرده را بیرون بکنید و برای اینکه نقش این پرده و تصاویری که می پرده هست اینها ما را جلب خود نکنند و توجه ما را به خودشون نگردانند. ولحظه این چاد فرده را بیرون کردن
و گفت اینا چیزی دیگه درست بکنه بالش چیزی استفاده بکنه. چون یه اور چی ماشی ها خوبه نگر تا رسال کنه پرده کشک بهم خوبه درودی ختم فرمایید ماشاءالله. ابر بهاری هست، مشکل باران بهاریه، سرد نیست. روی سروران گرامی ما باید همه ایمون نیت بکنیم و اراده بکنیم و تصمیم بگیریم که از سیرت طیبه و سیرت پاک و طاهره آن حضرت صلی الله علیه وسلم اخلاق و رفتار و کل زندگی آن حضرت صلی الله علیه وسلم اتباع بکنیم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم خودشون شریعت آوردن، احکام از جانب پروردگار آوردن و به این احکام زیبا عمل کردن، قوی عمل کردن، با نشاط عمل کردن. و لہذا برای ما هم همین روش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در راہ اللہ مقاومت کردن، در راہ اللہ صبر کردن، سختی ها را به جان خریدن، فشار ها را تحمل کردن، گرفتاری ها را برداشت کردن و برای ما سیرت گذاشتن که در راہ اللہ، در راہ خدا باید مقاومت بشه در مقابل شیاطین جنی و انسی، در مقابل ناملایمات، در مقابل آفات، در مقابل مصائب، مصائب های گوناگون باید ما تحمل کنیم، ما برداشت کنیم و دین خدا را محکم بگیریم با چنگ و دندان و بر دین خدا عمل بکنیم. اینها هم سیرت آن حضرت صلی الله علیه و سلم. حج فرض شد و سیرت آن حضرت را باید جستجو کرد در حج. نماز فرض شد، سیرت آن حضرت را در ادای نماز باید جستجو بکنیم. زکات آمد، روزه آمد و همه احکام آمدن، جهاد فی سبیل الله آمد و تمام احکام نازل شدن و سیرت مصطفی صلی الله علیه و سلم در راستای عمل به دین، عمل به احکام. و این همه سیرت پاک آن حضرت در رابطه با حقوق الله و سیرت طیبه آن حضرت در رابطه با حقوق العباد، حق زن و بچه، حق همسایه و حقوق الناس، حق مردم، حتی حقوق حیوانات. اینا همه سروران گرامی سیرت باید جستجو کرد که آن حضرت با زنان چگونه رفتار کرد با ازواج مطهرات. یک مرتبه آن حضرت فرمودن بهترین شما کسی است که با زن و بچهش بهتره و من از همه شما بزن و بچه بهتر هستم. لازم با اخلاق نیک، با رفتار نیک، با زن، با بچه رفتار کردن با نیکی، سروران گرامی این سیرت رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم است. ازدواج دختران، ازدواج پسران، این ازدواج چگونه انجام داده آن حضرت صلی الله علیه وسلم و چگونه دختران ازدواج داده و چنو داماد آن حضرت اختیار کرده است برای خواستگار، برای دخترانشان و باز چه سادگی ازدواج داده. لحاظ این سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم در تمام شؤونات باید سروران گرامی در عمل ما باشه. و ما اگر سعادت میخواییم، سربلندی میخواییم، باید سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را جستجو بکنیم و تلاش بکنیم و به سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم عمل بکنیم. الله به من و شما توفیق عنایت فرماید، مخصوصا در بخش حقوق العبادت تا رفتار با دشمن، با اسیران جنگی، با غلامان، با کنیز، با کلفت، با کارگر، با زیر دست چگونه رفتار کرده آن حضرت، با فرزندان چگونه رفتار کردن، با اولاد خود، با فرزند خود چگونه بچه ها را محبت کردن، با بچه ها دوستی کردن، دستور دادن که بین فرزندان تو مساوات قائل باشید و فرزند را از فرزندان دیگه ترجیح ندید، اگر به یکی چیزی دادید به دیگری هم بدید. همه اینها سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم هست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. الله آن حضرت را بهترین الگو، بهترین نمونه برای ما قرار داده، الگوی این امت، الگوی مسلمین و نمونه عملی
لسيرت آن حضرت صلى الله عليه وسلم و رفتار آن حضرت، آن حضرت را الله انقدر زیبا فریده بود، زیبای ظاهری که هیچ کس نتوانست با انگشت خود اشاره به عیب بکنه که در چهره آن حضرت یا زیبای ظاهری آن حضرت باشد. و باطن آن حضرت چنان زیبا بود که هیچ کسی نمیتوانه به سیرت آن حضرت، عمل کرد آن حضرت، زندگی پاک آن حضرت اشاره بکنه، مگر کسی که کوره، مگر کسی که عیب را از حسن و زیبایی و خوبی نمیتوانه تشخیص بده. بله، اونایی که اعتراض میکنن اونها خودشون نابینان و اونها نمیبینن و هنر را عیب حساب میکنن. وقت آدم دشمنی داشته باشه با کسی، زیباییش را، هنرش را، خوبیاش را عیب میبینه. ولهذا این سیرت این حدیث در رابطه با ظاهر زیبایی ظاهر آن حضرت صلی الله علیه وسلم یاد محمد که حضرت انس رضی الله تعالی عنہ خدمت گزار آن حضرت می فرمایا، حدیث در بخاری شریف است، می فرمایا که من هیچ لباس نرمو خزی را، آبریشمی را دست نزدم و خز دست نزدم. خز همی معروفه که در نرمی مخصوصا که از دست رحمت للعالمین نرمتر باشد. و من هیچ عطری را نبویدم که از عطر بوی مبارک آن حضرت صلی الله علیه وسلم زیباتر باشد. میگن آن حضرت اگر یک کوشه رد می شدن، از یک محله رد می شدن و کسی پشت سر می آمد، بوی عطر در این کوچه استشمام می کرد و عطرای آن حضرت که از بدن مبارک جدا می شد در ایام گرمی و این بفنبه می گرفتن و کسانی که ازدواج می کردن این اپنبه را می دادن به اونها که بمالن به بدنشون و از عطر مبارک استفاده بکنن. الله این زیبایی های ظاهری آن حضرت صلی اللہ، صحابی می فرماید نشسته بودم در محضر آن حضرت، ماه شب 14 بود، یک نگاه من به چهره آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود و یک نگاه من به ما که ببینم ما زیباتره یا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیباتره. ما لکه های سیاه داره ولی در چهره زیبای آن حضرت لکه های سیاه نبود. این زیبایی ظاهری بود و زیبایی باطنی، سیرت، اخلاق، کردار، رفتار زیباتر از ظاهر و مراتب زیباتر. و الله تعالی می فرماید در یک کلام، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله می فرماید آی مردم دنیا، شما که ادعای دوستی را به خدا دارید، شما رحمت للعالمین اتباع بکنید، سنت آن حضرت را اتباع بکنید، الله شما را محبوب میکنه و الله شما را دوست میکنه. خاصیت سنت عمل به سیرت آن حضرت، عمل به کردار و رفتار آن حضرت و سنت آن حضرت خاصیت داره و خاصیتش اینه که محبت خدا را جذب میکنه، محبت خدا را جلب میکنه. شما وقتی عامل به سنت باشید، هم مردم شما را دوست میکنم، هم خدا شما را دوست میکنه. این سروران گرامی مسیر سنت، مسیر فطرت هست و مسیر صحیحه و مسیر درسته، مسیری که انسان را الله در همون مسیر پیدا کرده و بعدا انسان ها انحراف پیدا میکنه. الله تعالی به ما توفیق عنایت کنه. امروز ما مهمان بسیار ارزشمندی داریم و که خدمت میکنه برای دین و به هر حال در یک محل بسیار محروم و مدرسه‌اش هم در یک منطقه است که از لحاظ هر لحاظ محرومیت داره و منطقه کورین هست و شور شادیه و مدرسه هم مدرسه مولانا دین محمد حفظه الله است و این مدرسه خوب درخشیده، انصافاً این زحمت میکشه، از مدارس خوب ما در منطقه مدرسه حبی شور شادی هست و امروز مولانا مهمان ما هستن و یک کمک ارزشمند جمع آوری بکنید برای این مدرسه. دست هم بالا بگیرید و
ان شاء الله خرجي هيك دو مهر حد قلبين عزيز تحويل بديد امروز خودشون تشریف آوردن اساتیزشون آمدن الله شما را جزای خیر بده باران میریزه و هرچه سریعتر باشه که ما نماز بخونیم ماشاءالله شما کمکتون به نماز که رسید انشاءالله نماز ما شروع میکنیم ماشاءالله جزاکم الله خیر دست بالا بگیرید و کمک ارزشمند آقا هر جا نشست صفا بلند بشید افراد و زودتر کمک جمع هرچه زودتر جمعوری بشه تا لباسای شما خیس نشدن بله شما نماز بخونیم ماشاءالله و به عرائز بنده توجه ماشاءالله ببین جای کسی نمونه صف خالی نمانه راست و چپ نگاه کنید اگر کسی نیست این کار خیره و این کمک برای شما ارزش داره و انشاءالله هم عفو گناهان شما و هم نزول رحمت انشاءالله بر شما و الله تعالی مزید روزی عنایت میکند و همانطور که در جریان هستید میلاد مسعود رسول صلی الله علیه وسلم به مناسبت این میلاد هفته وحدت اعلام شده در کشور ما و بزرگان نظام مسئولین نظام و رهبر فقید انقلاب اسلامی و بزرگانی که گذشتن این هفته را هفته وحدت از 12 تا 17 که نزد اهل سنت بیشترین اقوال بر 12 و نزد برادران شیعه ما بیشترین اقوال و روایات در رابطه به 17 و شما میدونید نقش آن حضرت صلی الله علیه وسلم در ایجاد وحدت در ایجاد اخوات آن حضرت وقت تشریف آوردن تمام جزیره العرب و دنیا از اختلاف پر بود قبائل عرب با هم درگیر بودن خون ریزی بود اسیر می گرفتن از یک دیگر مردم مدینه جنگ گرفتار جنگ 120 ساله بودن ولی با بهست رحمت للعالمین امام النبیین سید الاولین والآخرین چنان وحدت آمد چنان اخوت آمد که الله می فرماید و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها شما در پرتگاه جهنم بودید بمیرید و به جهنم بیفتید خودش به اعتبار عقیده و عمل کرد و اخلاق خدا شما را نجات داد و شما اختلاف داشتید و خدا تعالی شما را به وحدت تبدیل کرد اختلاف را فالف بین قلوب بکن فاصبحتم بنعمته اخوانا دنیا برای مردم عرب جهنم بود هم از لحاظ اعتقادی هم از لحاظ عملی و اخلاقی هم از لحاظ اختلاف اما وقت رحمت خدا آمد همه اینها برداشته شد بهترین عقیده صحیح‌ترین عمل کرد درست‌ترین اخلاق و بهترین و بهترین وحدت ایجاد شد و صحابه رضوان الله تعالی علیهم چه اندازه با هم محبت داشتند دوستی داشتند امروز سروران گرامی همه اختلاف و تفرقه که در جهان اسلام حاکمه و جهان اسلام را در معرض تهدید و خطر قرار داده و محل جولانگاهی برای حمله دشمنان و برای ورود دشمنان دروازه را باز کرده همین اختلافات است دشمنان منافع خود را در اختلاف مسلمانان میبینند در تفرقه میبینند و لحظه حیاتیه برای امت اسلام وحدت اخوات وحدت و اخوات و برادری اتحاد به خاطر منافع اسلام به خاطر منافع خودمان عزیزان من یک ضرورت هست بسیار حیاتیه بسیار مهمه و وحدت کار ملت های با فرهنگه کار ملت های با دانشه کار ملت های عقلمنده عقله و ملت های بی فرهنگ درگیر میشن با هم اختلاف میکنند و می جنگند امروز دنیا متحده اروپا با هم متحده قدرت ها با هم امریکا با اروپا اتحاد کرده و امروز روسیه و همه قدرت ها آمدن با هم اتحاد دیه تشکیل دادن با هم متحدن و برای منافعشون به منافعشون برسن و مسلمانان نیاز دارن
که برای منافع اسلام منافع خودش متحد باشد. الله تعالی توفیق بده مسلمانانا که با هم اتحاد بکنن. ولهذا ما باید از هر نوع اختلاف تفرقه دوری بکنیم و هم برادران اهل سنت باید جلوی تندروهایشون را بگیرند که میخوان تفرقه درست کنند، اختلاف درست بکنند. و برادران و عزیزان شیعه ما هم جلوی تندروهای خود را خودشون بگیرند و تا اختلاف درست نکنند. و این افراد نارسای فکری دارند، نارسای عقلی دارند، یا اینها اجیر دشمنانند و مزدور دشمنانند، برای اینکه تفرقه درست بکنند باید جلوی این ایستادگی بشه، عقل حاکم بشه، اعتدال حاکم بشه و وحدت حفظ بشه و در چارچوب وحدت با طریق گفتمان و از راه قانون مشکلات و مسائل باید پیگیری بشه. برام میریزه، وقتم تمام شده. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.